امروز قرار براتون یه ویدیوی خیلی عجیب و غریب بسازیم. چقدر؟ خیلی اینقدر عجیب و غریب. من قراره آب قند بخورم. ترسناکترین بلاگر، لوس‌ترین بلاگر. بذارید اول هم خودم بگم بی‌استعدادترین بلاگر. آقا هم میتونه باشه. بله. اصلا مثلا من یکی از دوستای قدیمی خیلی بد اخلاقم. دیانا فعلا تو قسمت شکست عشقی، شکست روحی، شکست دوستی، تو شکست احساسی، شکست از زندگی متأثر. یه روزی میرن، هیچ کسی با من که 100% نرو که میدونی. شما کی تا حالا به من مسیج دادی، استوری گذاشتی؟ من حالم بد بود. بچه‌ها ما داریم این ویدیو رو می‌گیریم. برو اینستا تو ببین من که مسیج دادم. ما داریم این ویدیو رو میگیریم که بعدا ما و بقیه دعوا کنیم، نه که خودمون دعوا کنیم. یا ابل فلام. سلام علیکم. چطوری؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. ما اینجا ببخشید دیگه نمیگیم بونجور لزیون چی بود؟ لزمی. بونجور لزمی یعنی چی میشه برامون توضیح بدین؟ نه خیر. یعنی سلام دوستان. دوستان لزمی یعنی دوستان. بیشتر به نظر من شاید فوشه. اگه دوست داری فوش باشه که بگو. نه و من اوکی ام با هم فوشای ایرانی خودم. اوکی. بچا امروز قرار براتون یه ویدیوی خیلی عجیب و غریب بسازیم. چقدر؟ خیلی. اینقدر عجیب و غریب. قراره یه حرفایی بزنیم که خب هر جایی نمیزنیم ولی بزن. آره چیزایی که مثلا بین خودمون میگیم ولی الان داریم پیش شما میخوان یه ذره روی واقعی خودمون رو نشون بدیم، روی غیبتگر خطرناک. غیبتینگ. آره من پس میرم. من واقعا غیبت ورزش مورد علاقم. یعنی شما اصلا غیبت نیستید؟ من اصلا غیبت خوشم نمیاد. خوشش نمیاد ولی انجام میدم. کنندگان رو دوست ندارم. انجام میدم. بله. مهدیس واقعا راست میگه. هر موقع مثلا میگیم نظر راجع به فلان چیه اینا میگه من نظری ندارم ولی میدونید از چی بیشتر هرسم میگیره بعد ادامه میده و وارد قضیه میشه. عزیزم قبول کن تو هم یه قربانی غیبتی دیگه. چرا قبول نمی‌کنی؟ حالا بد میشه. خودم بد میشه. بعد از این ویدیو قراره آب قند بخورم. اولا ساعت 4 صبح. 4 و نیم. دوم صبح اینا یادتون نره. لایک کن. ما رو لایک و سابسکرایب کن. شما همیشه ساعت بیدار میشید ولی ما تازه این ساعت کار میکنیم. حالی فالوورای من فکر نکنم ساعت باشگاه 5 صبحی ها. این جریمه کسیه که سوالای ما رو بخواد بپیچونه یا جواب نده. اونو توی سس تند. سس تند صباح. خیلی هم تنده. اسپانسر برام. نه بهم پول نداده. ادیتور لطفا اسمش سانسور کن. چیزایی که داریم چند تا سوالن. بچه‌ها ایده خاصی نداریم که چیز خاصی هستیم ولی صرفا دوست داریم با هم یکم غیبت کنیم دوره هم. هیچ منظور خاصی به کسی نداریم. اگه فن کسی هستین ما اینجا بهش بد بیرا گفتیم. نظر شخصی مونه. آره شما ولی نمیتونی نظر شخصی تو بیای بهمون بگی با فوش و اینا. آره ما فقط میتونیم بگیم. راستی دیویز کایش چنلمون. شیرینی مرسی از اینکه این همه ساپورت کرد. دارم حرف میزنم. مرسی از اینکه مرسی. بیا یاد بگیر بوس. نه برای شیرینی من میخوام. چی؟ فردا میریم آپال خرید میکنیم. بچه من فیک زدم خودم. سوال اول از خانم دیانا رحیمی. حالا چرا مهدیس نه؟ چرا من؟ اوکی شروع میکنیم. هر کی زودتر جواب داد برنده است. جایزتون اینه که میتونید از من شیرین دریافت کنید. مثلا یه دونه هدفون ایرمکس میگیرید. ترسناکترین بلاگر. ترسناک منظور چیه؟ یعنی ترسناکترین بلاگر. من سرتبرم. خواهش توضیحات مفید. سرتبر همونی که پلیس گرفت. آره خودش خیلی خوب. آره من نظرم سرتبر. اینستاگرام ترسناک. من نمیخوام دیس بدم ولی نه همون سرتبر. واقعا دارم فکر میکنم. آره دارم فکر میکنم. آره دیگه اون واقعا ترسناک ترین بود. نمیتونم. سرتبر بود. بامزه ترین بلاگر. بامزه. بعضی حرف میزنم حرف زدنشون به نظرم دیانا رحیمی بامزه. بچه ها لطفا درست و واقعی جواب. درست و واقعی. پسر بگم بگو. یکی بود خیلی بامزه بود. من نبودم، من پسر بود. خب من تو زندگی قبلیم پسر بودم. پریسا بس میگه هیچ دیشمه اولو پریسا من نمیگم. چی بگو. تو هم پسر بودی تو زندگی قبلی؟ پس چی می‌خوای بگی؟ ما داشتیم راجع به این مسئله صحبت می‌کردیم. من فکر کنم یه دختر بودم که ایران نبود. واقعا من ولی واقعا تو زندگی قبلی مطمئنم تو ایران بودم، حتی حیوان تو ایران بودم. برای خدا الان پیشرفت کردم، آدم تو ایران شدم. نه دیگه الانم گوز نیست. نه ولی واقعا پریسا، نه دیگه راستشو بگو. باشه نمیگم پس. نه راستشو بگو. دوباره بگو. پریسا دوباره بگو. پریسا تو خیلی چیزا بامزه است. بامزه ترین اینفلوئنسر. آره اینفلوئنسر. بازم پریسا بامزه است. تو عشق منی دیگه. حالا بعدم شما کارت تو برام بفرست. خب شما من به نظرم اونی که میگه عاطفه اینقدر اوه اینفلوئنسر بامزه. یا شاید هم پیج زده واقعا. پیج زده واقعا. عشقم میگی اساس تندو برات بیارم با اورو. پوربلک. بچه‌ها نظر خود واقعیشون بود و اصلا هیچ چیزی دخیل نمون. منم باید جواب بدم. بامزه ترین بلاگر تو پسرا میگم اینفلوئنسر. خب اینفلوئنسر چی باید بگم؟ اینفلوئنسر هی داشتم میگم اینفلوئنسر میگفتم. وای چرا؟ اینفلوئنسر معذرت میخوام به عنوان یه اینفلوئنسر اینم. توی لحن حرف زدن این دختره هستش که دابس مششو میریم. وای آره آفرین. اون به نظر من بامزه. میریم بعدی. آفرین من به نظرم خیلی بامزه است. از نظر من مهدی داوم اگه ویدیوهاشو دیده بود اونم دیدم. خب میریم بعدی. خوشگل ترین بلاگه. الان دیگه نمیشه نگفت دیانا رحیمی. حیف نمیشه دوباره اسم پوربلک و گفت. من از این بار حیف من یه بار اسم خودشو داریم که قطعا که همه خوشگلی خودشون دارن. بعضی تو زبونشونه، بعضی یه جا دیگه شونه، یه جا دیگه چیزم. من خوشرم میشه جزء من خوش. آره من خب نظر خودم عوض شد. الان که اینو گفتی نظرم عوض شد. ولی نه همون دختر من خارجی تیک تاکریه. آها خارجی هم میشه گفت؟ اگه میشه گفت که خوب. نه دیگه ایرانی غزل خیلی چشم و ابرو خوشگلی داره. حالا مثلا از نزدیک خیلی میگم نمیشه. چشم و ابرو خیلی خوشگلی داره. به نظرم پامکین سارا من نمیشناسم. میشه ببینم عکسشون؟ پامکین سارا با ایشون با عباس. من میگم نیکا. به نظر من خوشگلی. آها نیکا هم هست. اگه اینجوری هست نیکا هم خوشگله. خب چرا نیکا نیست؟ نه نیکا اینفلوئنسر نیست. نیکا بهت گفت اینفلوئنسر نیستی. نه آخه بهت گفت و مستقیما تو چشات نگاه کرده. مگه بچه‌ها غزلی که من بلاگر و اینفلوئنسر من نمیدونم. چشم من بلد نیستم. من تا یه نفر رو نزدیک نبینم نمیتونم اعتماد کنم. خنده‌دار ترین بلاگر. من اصلا منم زیاد نمیخندم ولی خیلی قدیما ویدیوهای میلادخواه دوست داشتم. به نظرم خیلی میخندیدم بهش. مهدی داب میتونم بگم فعلا خنده‌دارترین کمدین. من که گفتم نوبت شما. به من هیچ ربطی نداره کمدین. حیف باز نمیتونن اسم منو بگم. حیف این قانون رو گذاشتم، قانون لعنتی که فقط هر اسمی یه بار میاد. کمدین من اصلا یادم نمیمونه متاسفانه. کی گفته مواد وایسا من میخوام حرفم پس بگم. تو میگی عرفان؟ من میخوام بگم عزیز محمدی یه زمانی من خیلی با ویدیوهاش میخندیدم. من واقعا با همون مثلا همون دختری که گفتی توپلو نیگاده نمیدونم چی شد پیجش پرید. عزیز محمدی هست پیجش. من یادم پیجش پرید. بعد فالو داشتیم همو بعد دیدم یهو آنفالو کردیم همو. نمیدونم چی شد ولی از نظر من خنده‌دارترین کمدین هنوز عزیز محمدی. من یادم نمیمونه الان اسم اون. بریم بعدی. با معرفت ترین بلاگر. برای اینکه جواب این سوالو بدم من خب بلاگرا رو که نمیشناسم ولی قبلا که من پیجم خیلی پایین بود من یادم رکسانا یه بار منو استوری کرد، یه بار دوبار منو استوری کرد و خیلی خوشحال شدم. و همینطور ماری اچ ام هم خیلی با معرفت بود، خیلی جا کمکم کرد واقعا. الان در حال حاضر ماری اچ ام قبلا که همه به هم دیگه خیلی کمک می‌کردن. قبلا بود داشت. آخه الان دیگه ارتباط خاصی با ایشکی ندارم، میگم ماریه چه ما رکسم به نظرم. باش پس خلاص. و مهدیش و دیانا عشقای من. نه دیگه من دیر گفت. نه تو رو گذاشته بودم من... آخری بهت نخت هستم دستمو زدی بالا. ببین شور خدا صدا نداره. من ناراحت شدم، دل خودم ناراحت شد. با معرفت به نظرم محمد روشنفکر و جلوتا نباید به این تکیه بدی. پانیز پانیز که؟ پانیز دوست محمد روشن. آها متوجه شدم. تو هم گفتی؟ چی؟ یعنی من با معرفت نیستم بابا تو که الان اینجا. من نمیدونم خوابم یا بیدارم. من تو رو گذاشتم جای یه شیگره این کارا نکن. یا اول خب مثلا یهو بهم مسیج میدن بیا پایین، ما دم خونه ایم، یه استوری ناراحت از من میبینن. واقعا دم خونه روشن فکر نه؟ آره آفرین جفتشون با هم آفرین داینو صد آفرین هزار. شما کی تا حالا به من مسیج دادی استوری گذاشتم؟ راست بگی من حالم بد بود. بچا ما داریم این ویدیو رو می‌بینیم. بچا من بار اینستا تو ببین من که مسیج دادم. بچا ما داریم این ویدیو رو می‌گیریم که بعدا ما و بقیه دعوا کنیم، نه که خودمون دعوا کنیم. گفتم باقیه. خاله جان زبون شدم. خب چی کجا برم بگو. آها من نگفتم با منفعت خودم. واقعا خوده وقتی تو ویدیو قبلی راجع به معرفت راجع به یکی داشت میگفت. آره به نظرم هیچ کسی با معرفت نیست. دیانا فعلا تو قسمت شکست عشقی، شکست روحی، شکست دوستی، تو شکست احساسی شکست از زندگی متعفن. یه روزی میرن هیچ کسی با معرفت. 100% نرو تو که میدونی. من دیانا واقعا معرفت مامان بابا من مامان بابا این پلتایس. آره برو پیجش به آکادمی قشقایی بخون. آفرین پیجت پست 4 میلیونی دارن. پشیمون یه دست افتخار خانواده موسوی و همراهان عزیز. وقتی پیش دیانا هم حالا بعد بوده خیلی پیشم مونده. سوال بعدی خوش استایل ترین بلاگر و اینفلوئنسر. از نظر من دیانا بنازم بابا بنازم. خدایی من از اون اولی که هی میدیدمش با اینکه خیلی کوچولوه، تقریبا نزدیک یه سال من کوچیک‌تره، ولی واقعا من تیپش خیلی دوست دارم. هر سری میاد خوش تیپه بی‌ناموس. ان شاءالله به زودی برندم هم میخوام بزنم. بی‌ناموس دلت از اونجا خرید کنین دو یه شاپ خیلی خفنیه. پس به قرآن اگه از شاپم خرید نکنیم میذارم. خرید چی هست؟ شما واسه ما کادو بفرست. ببخشید حالا من یه کارت میخوام دائم خرید العمر. باشه عزیزم مثل GTA بود. آره آفرین GTA بود. اگه اینجوریه پس منم هر چی میخوام از شاپت بفرست واسم. معامله مساوی. هر چی لباس میخوام بده، هر چی جینگولی جات و چیز چرت و پرت میخوای بده. خب تو بگو. امام زمان خوش خورد. از همه خوش میتونی بردی. بچا به نظر من از این ویدیو یوتیوب برم بیرون. از اینا نمیخوای چدا. از این تمسا وایسا بشی ببین صورت. ربکا قادری خوش استایل. تو ایران به نظرم آیدا منوفی واقعا خوش استایله. اون رو نمیشناسم. با نظر دیانا موافقم. دیانا خودش هم خوش استایل. آره برم تو هم خوش استایلی. سوال بعد تو هم خوش استایلی. من میدونم نیازی به گفتن نداره کسی. لوسترین بلاگر. بذارید اول هم خودم بگم. منو ببخش مریم ولی خواهر خودم اولیش. منو ببخش خیلی لوسه. خیلی لوسه. اگه نمیخوریم بهتون بدم بیسکویت رو بهتون. من که خودم رد کردم. خواهرم گوگولیه ها ولی گوگولی لوس گوگولی. لوس ترین بلاگر خودت فکر کنم اینجوری که اینو بغل کردی. به نظرم خودم نه لوزترین بلاگه. من 1000 تا اسم دیگه هم میتونستم بگم ولی برای اینکه خب چند تا شد در میشه من بگم واقعیه یا نه که بعد بتونی تو اونو بگی. برو بابا. من یکی بود همیشه گریه میکرد. کی بود؟ لوس یعنی چی؟ من لوس بد نمیگم، به نظرم ژاتیس واقعا لوس بد نیست، لوس با اینطور عکسشو اینجا بذار. من نمیدونم چی میگم. آقا هم میتونه باشه. بله. السلام. خیلی خوب. قشنگ بود. لوس ترین بلاگر ارسلانه. شاید زیاد نه توی مجازی نیاره ولی به نظرم خیلی لوسه. ما تو مجازی رو میگیم. مجازی هم نمیدونم. اوکی تایید میشه. میریم سوال بعد. خودشو چست میکنن لوس میشه دیگه. میریم سوال بعد. بد میشه؟ بد اخلاق ترین بلاگر. من راجع به بد اخلاق ترین بلاگر ببخشید من 4 سالو بشم. یکی از بلاگرهای لایف استایل که خیلی هم تبلیغاتش میگن همیشه گرونه شنیدم که اون هست که اسمشو نمیخوام ببرم. اولشو بگو. من شنیدم بد اخلاق و برای اینکه آرو با سس تون نخورم اینو گفتم اول حرفشو. آره یعنی چیزی تو پاچه من نکنید. از نظر من بد اخلاق نیست، من باش خیلی هم اوکی هم صحبتم کردم، همه چی خیلی عالی بوده، ولی همه جا خیلی بعضیا میگن بد اخلاقه. حالا شاید من مشکل خوردم. لایف استایل رو میشناسم. آره. بد اخلاقه ولی اسمش نمیدونم چیه. اولش نمیدونم. زیادم پست نداره. خب بیشتر استوری میذاره بعد همش تو استوریش فوش میده. اوه فهمیدم کیو داره میگه. آره نه بابا نه اون نه اون میگم اون بد اخلاق نیست بیچاره. تو آدم مشتی هستی و پرطرفداره. میگم لایف استایل یارو. خب اونم لایف استایل. آره دیگه اونم لایف استایل، فقط جنسیتش فرق داره. وای اسمشو نمیدونم. راجبش چی تولید محتوا میکنه؟ من 20 سالیه بگید دیگه. ولی مثل نگین عابدزاده و ایناست. منم لایف استایل گفتم. تو بد اخلاق ترین بلاگر میتونه تو زندگی واقعیش هم آدم بد اخلاقی باشه. مثلا من یکی از دوستای قدیمیم خیلی بد اخلاق بود. نمیدونم چون اکثرا سعی میکنم با همه اوکی برخورد کنم. نمیشه اصلا ندارم. به نظر چی بد اخلاقی؟ تو استوریاش پوش میده به این و اون بد اخلاق میتونه باشه. اینم قشنگ بود. راست میگه. رسولو میگی؟ رسول که اصلا من هیچ نظری راجع به این آدم رسول کیه؟ من رسول یکیه که ویدیوهای مسخره رو دیس میکنه. من کاراشو دوست دارم میبینم ولی نمیدونم شخصیتش چجوریه. خیلی چیزام نباید نظر بده به نظرم. نمیدونم اون دیگه نظر شخصیه. نظر شخصی نیست دیگه، یه چیزیه که توی چی بهش میگن بچه ها من نمیدونم. به مزه شیرین اورو لذت ببرم یا تنده. وسط این که تو داشتی غر میزدی این بچه اورو واسه تند خورد. با استعداد ترین بلاگر. یکم هم خوبی و عشق و زیبایی بورزیم به کائنات و محترمه. با استعداد شقیق محمودی. منم میخواستم همونو بگم. بیناموس هم صداش خوبه هم دلغکه. آره دلغکه پوفی واقعا استوریاش میبینم. ببین مثلا من اسکلم اون 100 برابرتر از من اسکله. تو نظری ندارم باید چیکار کنم؟ یعنی اینم نمیخوای بگی یا اصلا اورو با سوستون خوشت اومدی که با استعداد همه تو سلف خودشون با استعدادن دیگه. نه من خودم به نظرت با استعدادم. آره دیگه مرسی میخواستم اشاره کنی بهش. ای آدم استرن. نه بگو با استعداد ترین یعنی یه نفر نیستش که تو ویدیوهاشو ببینی حال کنی. آره. من آخه همه رو میبینم حال میکنم. خب یه نفر که مثلا به نظرت یا خیلی خفن مدلینگه یا خیلی خفن داره حتی بیزینس میکنه. بیزینس ها نه بیزنس. بیزنس تو که با من میای تو راحت میای دورم. نفر اول با استعداد من خواننده میگم. بگو. ساره. آره دیگه اونم اینفلوئنسر دیگه فعالیت داره. صدای خیلی خفنی داره به نظرم. جذاب بود. آره صداش خوبه. پولدارترین اینفلوئنسر. استر چی؟ اینفلوئنسر. اینفلوئنسر. پولدارترین اینفلوئنسر. باز اشتباه. بذار من بگم پولدارترین اینفلوئنسر. واو قلبم اومد تو دهنم آجی بسید تحریک شده. میام. خب پولدارترین از نظر من پوتکه. آها منم لایک میدم. به نظر من آقا آیسان هم میتونه باشه. آه منم لایک میدم. بچه ها خواننده هم اگه بخوام بگم توهی. من اگه از این لایف استایل بخوام بگم اون دختره بود که شوهرش واسه ستاره خرید. خیلی هم میگن اون علکی بوده. ولی میگن واقعی بوده. نمیدونم. نه میگم بچه چقدر اسمشون خیلی پولا. چقدر داریم غیبت میکنیم خود. آره واقعا. داریم خوبشونو میگیم خدا. آره راست میگه. والا. ماشاءالله. خاطر زیر پاسون بود. خب سال بعد بلاگری که به حقش نرسید. بلاگری که لامهدیس. کیه؟ من نمیشناسم. کیه؟ بچه از نظر من بلاگری که به حقش نرسید یا اینفلوئنسری که به حقش نرسید میتونه آرمان فریک باشه. زهر مارمین هست. اصلا اینو بده من فازل افسرداری گرفتی تلفن. خیلی واقعا اتفاق واسه شون افتاد که مثلا پیجشون پرید یا مثلا آره رسمی پیجشون پرید دیگه ولی بالا نیومد. عزیز محمدی هم میتونه به حقش نرسیده باشه. کویکم بودو بیا. همه به نظرم یه جورایی به حقشون رسیدن. واقعا مثلا کسایی که پیجشون پاک شده. ولی به نظرم توی هنر فعالیت میکنن به حقشون. آره مثلا خیلی هنوز به خواننده های زن خیلی به حقشون نرسیدن. آره اشکو بردم چقدر نمیشه. بیچاره داره چیکار کنه؟ برو بابا. گفت یا نه؟ گفت؟ آره دیگه. کیو گفتی؟ من گفتم کسایی که هنریان. دهن تو کن. بابا چرا؟ کسایی که هنریان تو کیو گفتی؟ من گفتم دیگه. کیو گفتی؟ با من گفتم که رفتیم به دیانا. یادم نیست کیو گفتی. چرا نگفت؟ تو هم نگفتی. بابا تو از اونایی که بیفتی تو چه بقیه رو میکشی تو چه. آره تو دختر خوبه. من یه پسره است خب مثلا با شونه و نمیدونم عروسک و اینا خب یه جورای اینفلوئنسر حساب میشه. تابلو نقاشی میکنه اسمش امیر بیربی بار بیر برای حالا تو میگه هنریه ولی به نظر من فارسی کلی کم. به نظر منم ورزشکارا خیلی هاشون به ورزشکار یا اینفلوئنسر یا اینفلوئستر ورزشکار. آجا نه که بوده 5 ثانیه فاصله واسه فکر کنم. 4 3 نگین دوستم آیدیشو بگو. نگین تیت درست بود تایید میشه. بی استعداد ترین بلاگر اون خودم محمد لمینت. آفرین. من بچه بودم خیلی بچه بودم ولی واقعا بی استعداد بود. ولی حاجی اون موقع ولی محمد لمینت باز اولین کسی بود که حداقل این شاخ مجازی‌ها و اینا رو راه انداخت. الان شده اسمشون بلاگر وگرنه همین لایف استایل همون قدیما همونان دیگه. من به نظر همه استعدادی دارم و اسم نمیبرم و بده بخورم. مهدیس تو از اول تا آخرش خوردی ها. بابا یه بار خوردم. اینو میخوای اینو بخور. بچه یه بار خوردی که 3-4 از نظر منم نه یه بار خورد. تو دوست داری یه بار بخوری؟ نه. بیا بد برم بخوری. گفتم چی میگی؟ خب آخه داری پیگیری میکنی گفتم نه پیگیری مهدیس رو کردم نگرانشم بالاخره. بچه از نظر من هر کسی با هر شیوه‌ای که قوانین اینستاگرام و اون محیط سوشال مدیا رو رعایت کرده و تونسته مخاطب واقعی جمع کنه یه استعداد داشته. قطعا استعداد داشته. بله پس یه دونه میارم بخوری. بابا من گفتم اسمش. خب باشه از نظر من بی استعداد ترین یکیه که نمیتونم اسمشو بگم و اصلا دل خوشی نه اولش هم بگم همه میفهمن اصلا دل خوشی ازش ندارم. نه نفهمیدی واسه همین برای اینکه بهش نشون بدم ما هم مثلا نفهم ازش بدم میاد. چقدر بد نکنم چقدر بد نکنم بهش بگم. بهش بگم خوردی دیگه. بیننده میگی که اینا نمیبینن؟ اولا تو گفتی اینا، این به درخت میگن. تو اول گفتی؟ اول تو. من اصلا نگفتم. میریم سوال آخر. تو خوردی؟ بیادن تو با کام کم بزن، کم انشالله که زنده بیرون بیای از این. من رژیمم. ترکیب واقعا بچه برای لاغری عالیه. هرچی خوردی و قشنگ دفع میکنی، یا هرچی خوردی و بالا میاری و دیگه اشتهات هم تا ابد کور میشه. این همونه که خودت گاز زدی؟ نه، مو بهش چسبیده. اینو نبود. خب ولی مو بهش چسبیده، موها رو بردار. اوکی پس سالم میخوای دیگه بیا. خب همشون شکستن، همه شکستن، من نشکوندم. اینو میخوای؟ اینو بخون. آفرین. بدترین و بهترین بلاگری که میشناسین یا اینفلوئنسر. خب گفتی اولشو بگم چی؟ اولشو بگم هم اوکی. اول اسمش هم میتونی بگی با فامیلیش. نه تو فقط اول اسمشو بگو. من میدونم منظورت که و میگم. پس میخورم کیون خودش آخه حساب فامیلی نگفت، فقط اول اسمشو گفت. میخوای منم اسمشو کامل بگم؟ نه اول اسمشو بگو ولی اطلاعات مثل من راجبش بده. یه میکاپ آرتیسته بود که توی نمیدونم دبی بود یا ترکیه، اسمش امل. بهترین توی سبک خودش خوب بهترین دیگه، سبک جدیدی و راه انداخت. آره دیگه، ولی به نظر من باید خیلی بیشتر فعالیت میکرد. خیلی فعالیتش رو تو اوج قطع کرد. من به نظرم من کسی که اینفلوئنسر رو مثلا خیلی هم صفر چسبیده بهش و خیلی روش کار میکنه، میکاس واقعا خیلی برنامه ریزی شده، همه چی رو پیش میبره. آره واقعا نیکا خیلی چی بهش میگن، خیلی به نظرم اولی که دوست داره بلاگریو یا اینفلوئنسریو و اینکه خیلی داره تلاش میکنه واسش. زیبا بود. بهترین بلاگر رو حقیقتا نمیدونم، ولی آره ولی کسی که من خودم با استوریاش حال میکنم، شاید زیادم اصلا معروف نباشه، شیدا گالریه. شیدا گالری زیاد معروف نیست ولی من خیلی تم استوریاش، تم پستاش همش آموزشیه، دوست دارم. به نظرم مفیدترین بلاگر میتونه باشه شیدا گالری. آره هنرم داره، واقعا نقاشی‌های خیلی خفنی می‌سازه. خیلی دیگه همه مثلا سر یه چیز خاصی. بدترین بلاگرم از نظر من خودم. منم که اسم خودم طارم، خودم. نمیتونی اسکی بری عزیزم. درسته تو زندگی واقعی اسکیت خوبه ولی ارومن نمیتونی بری. بدترین بلاگر همزادم. کی؟ همزادم. کیه؟ همزادم دیگه. همزاد چیه؟ جوشه مامانه سوال میپردم همزاد چیه؟ چرا من نمیدونم همزاد دیگه یعنی چی؟ آقا هیچی. تو هم اسم بدترین بلاگر رو بگی تمام شه دیگه. تایپ هم نیست یارو دیگه. اچ. خب کیه این خانومی که اول اسمش اچه؟ نه دیگه یکم توضیحات بده ببینیم چیکاره. آقا با تایپ پیجش حال نمیکنه. چیکاره است؟ ویدیو درست میکنه. نه دیگه این همه آدم داریم اسم اولشون ه. خب دارم میگم دیگه، تو داری خیلی کشش میدی. واقعا؟ کیه؟ درگوشم بگو. واقعا؟ نه من فهم میگم یکی دیگر رو داری میگی. من گفتم همزادت کیه؟ یا اینو میخوری یا ویدیو تموم نمیشه. اینو میخوام. اینو بخور. بهش بگو بخور. بگو. خدای بزرگ. بگو بخور. میگم بدترین بلاگر کی؟ میگه همزادم. دوباره سرتبر بگم بعد آموزی داشت چون. نه ولی میتونی یکی دیگر رو بگی. نه. میتونی اول اسمشو بگی. من میتونم بگم. اول اسمش میمه و به نظر من هیچ هنری نداره. از نظر منه ولی میگم همینی که تونست مخاطب جمع کنه خیلی هنره. آره خب؟ من میخواستم بگم ولی آره. ولی اول اسمش میمه. اون خانم که اول اسمش میمه. از نظر من به نظر من همین که میم زیاد داریم. از کجا میدونیم میم زیاد هست؟ اصلا نمیتونید بفهمید چیه. آره خلاصه همینه که به نظر من واقعا هنر میخواد آره ما یه عده آدم بی هنر جمع شدیم راجع به آدمای هنرمند جواب غیبت کنیم. همینی که حاشیه هم هنر میخواد. آفرین. تشبیه. من احساس میکنم من حتی هنر حاشیه هم ندارم. دقیقاً همین چیزی رو هیچ وقت حالا حاشیه دقیقاً. تشکر. 1 2 1 2 3 4 تشکر. بچه‌ها مرسی از اینکه ویدیوی ما رو تماشا کردین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتین حتما برای ما کامنت بذارید. مثلا بهترین و بدترین بلاگر و اینفلوئنسر رو میتونید برای ما کامنت کنید، ما هم استوریشو میکنیم و ببینیم کیا مد نظر شما. ماچ به کلتون، لایکتون نره، سابسکرایب بمونم بکنید. تشکر. کامنت ها حتما نظراتتون رو بگید، ما میبینیم. خداحافظ. بگیر قامو بیاره.